سلام به همه شما بیننده های خوب دیلی فیتنس. امروز دوباره با یه تمرین دیگه، یه ویدیو دیگه دوباره اومدم پیشتون. برنامه امروزمون برنامه یوگا. امروز قراره با اون تمرینی که تا الان از یوگا یاد گرفتیم کنار هم بذاریم اونا رو و ازشون استفاده کنیم و یک یوگا فلو رو انجام بدیم. خیلی خوب، برای تمرین امروز فقط نیاز دارید به یک مت و اگر برای اینکه بخواید کار خودتون رو آسون تر کنید و توی حرکاتی اگر بخواید کمک بگیرید به آجر یوگا، اگر در دسترستون نیست میتونید از کتاب استفاده کنید. خیلی خوب، بدون معطلی بریم سراغ تمرین امروزمون. حالت چهارزانو ساده میشینم، دم میگیرم، با یک دم دستامو میکشم بالا سرم تا جایی که میتونم کشش رو پشتم باید احساس کنم. با یه بازدم دستامو میارم پایین، یه دست کاپ شده روی زمینه، دست دیگر رو بلند میکنم میذارم یک طرف سرم و آرومی سر و دستم هر دو به هم دیگه فشار میارم. یه کشش خوشایند توی گردنتون احساس میکنید. دستم میذارم زمین و سمت بعد. همزمان سر و دست به هم فشار میارم. خیلی خوب، قرار امروز از چیزایی که تا الان یاد گرفتیم استفاده کنیم و با استفاده از اونا یه تمرین عالی رو داشته باشیم. خیلی خوب، میام توی وضعیت چهار دست و پای ساده، یه دوره سری، عرض دستان به اندازه عرض شونه، عرض پاهم اگر کمر درد دارم به اندازه عرض لگن و اگر ندارم در ته تمام حرکات پاهم میتونه جفت باشه، ولی اگر کمر درد دارم توی همه حرکات باید عرضشون به اندازه عرض لگنم باشه. کمرم گود نیست، به سمت بیرون نیست، صافه صافه. بریم سراغ حرکت گاو و گربه. دم میگیرم، کشش. بریم سراغ حرکت گربه. باستم منقبض تا جایی که میتونم سرمو میکشم بین دوتا دستم. پنجه ها پخت و پخش که فشار رو کامل به روی زمین منتقل کنه و باعث خستگی زود هنگام دستمون نشه. یک بار دیگه، شونه هم توی گوشم جمع نشده، منقبض نیست. خیلی خوب، برمیگردم به حالت چهار دست و پای ساده. هر زمانی که مچاتون احساس خستگی کرد میتونید آروم به اونا استراحت بدیم. خیلی خوب، پامو بلند میکنم و میارم در راستای لگنم قرارش میدم. پنجه به سمت خودمه، پاشنه به سمت بیرون. نکنید پاشنه، زانو، لگن توی یه خطه، پام جلوتر و یا عقبتر نیستش، کاملا توی یه خط قرار دارم. پای دیگم روی زمین قرار داره. میخوام یه دم بگیرم، دستم رو از زمین جدا کنم، دستم رو میکشم بالا و بعد میچرخونم و میپیچونم، از زیر بدنم رد میکنم، سرم میاد روی زمین، دست دیگم رو کاپ میکنم و میذارم روی زمین. یک کشش عالی توی بدنمون احساس میکنیم. دم و بازدم رو فراموش نکنید. میتونم دستم رو ببرم بذارم پشتم تا کشش رو بیشتر کنم. اگر این مقدار از کشش براتون سخته، همین کار رو میتونید به حالت توی حالت چهار دست و پا انجام بدید. میام بالا،
قبل از اینکه برگردم توی همون حالت چهار دست و پا، پامو بلند میکنم، میبرم توی نقطه دور از خودم، میذارم زمین. حالا قراره لگنم رو به همین سمت بچرخونم تا یه کشش رو توی پشتم ایجاد کنم. برمیگردم، پامو برمیگردونم سر جاش. برای اون کسایی که اون موقع از کشش برشون سخت بود، لازم نیست که پاتون رو بیارید کنار بدن قرار بدید، کافیه که فقط کشش دست رو داشته باشید. میام تو حالت چهار دست و پا. خب این حرکت رو برای هر دو طرف بدنتون، یعنی الان بعد میرفتید سراغ سمت دیگه از بدنتون و برای اون این حرکت رو انجام میدادید، ولی خب ما به همین یک طرف بدن بسنده میکنیم که خیلی تایممون طولانی نشه. دم میگیرم میام توی حالت سگ سر پایین. مقدار این که زانوهام، پاشنه پام به زمین برسه یا نرسه کاملا به خودم بستگی داره. میتونم پاشنهامو اگر میتونم بذارم زمین و اگر نمیتونم فقط تا همون نزدیک زمین بیارم. با همو تکون میدم، سرمو تکون میدم. دوباره میام توی حالت چهار دست و پای ساده. این بار قراره پامو بلند کنم و بیارم بذارم کنار دستم. پامو بلند کردم، آوردم گذاشتم کنار دستم. پای دیگه یکم میره عقب. اگر براتون سخته میتونید زیر دستاتون، این مقدار کشش سخته، زیر دستاتون آجر بذارید و دستاتون میاد بالاتر اینجوری و کشش آسون تر میشه. توی این حالت خیلی خب، حالا دم میگیرم، قراره که دست راستم رو از زمین جدا کنم. خب میتونم دستم رو به سمت عقب بکشم، توی کشش رو توی قفسه سینم داشته باشم و ازش لذت ببرم. سه تا پنج تنفس توی هر حالت میمونم، پامو برمیگردونم سر جاش و سجده. دوباره میام رو حالت چهار دست و پای ساده. یادتون باشه که شما باید حرکت رو برای هر دو طرف بدنتون انجام بدید، ولی من الان فقط یک طرف رو انجام میدم. میام تو حالت چهار دست و پای ساده، بلند میشم برای حالت سگ سر پایین. از حالت سگ سر پایین آروم آروم به سمت پاهام گام برمیدارم. زانوهام میتونن صاف باشن و میتونن خم باشن، کاملا بستگی به توان خودمون داره. من یکم زانوهامو خم میکنم تا برام حرکت راحت تر باشه. آرنجام هم دیگر رو بغل میکنه، دستم بین دوتا آرنج. از وضعیتی که توش هستم لذت میبرم. کشش پشت پا، اگه دوست داشتم میتونم زانوهامو صاف تر کنم. دوباره دستامو کاپ میکنم، میذارم زمین. یک کوچولو پاهامو باز میکنم، قراره که بیام پایین و برسم به حالت چنباتمه. توی این حالت آرنجام به زانوهام فشار میاره، کف دوتا دستامو میچسبونم به هم،
سر پنجه هم یکم رو به بیرونه. به سمت عقب نیست وزنم، به سمت جلو نیفتاده، کاملا روی همه کف پام وزن بدنم پخش شده. دستامو میذارم زمین و به سمت جلو حرکت میکنم تا برسم به حالت شنای ساده. این حالت رو میشناسید، قراره که کل بدنمون توی یه خط باشه، یعنی سر، لگن، پاها، همگی توی یه خط. بهتون گفته بودم که اگر یه توپا میذارم پشتتون انگار قلب بخوره بره پایین، یعنی باستنم بالتر نیست، پایین تر نیفتاده. عرضشون هم اندازه عرض دستمه، عرض پا به اندازه عرض لگن اگر کمر درد دارید. توی این حالت 3 ثانیه میمونم. 1 2 3 میام توی حالت 4 دست و پای ساده. پنجه هام رو میذارم روی زمین، آماده میشم برای اینکه برم توی حالت شنای ساده. خیلی خوب، برای این حرکت میتونستیم از آجرهای یوگا استفاده کنیم و اونا رو زیر شونه هامون بذاریم، ولی اگر احتیاجی بهشون ندارید بدون ابزار انجام میدیم حرکت رو. دم میگیرم میرم پایین، میخوام 3 ثانیه توی این حالت بمونم، لگن منقبض، میرم پایین. 1001 1002 1003 کامل میام روی زمین، دستا کنار بدن، دستم حالت 90 درجه دارن کنار سینه. خیلی آروم سرم رو از زمین جدا میکنم. اگه کمر درد دارم پاها به اندازه عرضشونه و اگر ندارم جفت. وضعیت ابوالهول، دستامو میارم عقبتر، شست پایین تر از نوک سینه، بقیه دستا کنار سینه. دم میگیرم برای حالت مار کبرا. بسته به توانم اگه میتونم انقدر میام بالا و اگر میتونم بیشتر به سمت بالا میام. نکته اینه که شونه ها اینجوری توی گوشم جمع نشه و شونه ها باز باشه و ناحیه تناسلی روی زمین باشه، جدا نشه. میام پایین، میام برای وضعیت سگ سر پایین. استراحت میکنم توی این وضعیت، پاها و سرم رو تکون میدم، آماده میشم که حرکات رو برای سمت دیگه هم تکرار کنم. ولی خب ما به همین بسنده میکنیم و به سراغ حرکت آخر میریم، سجده. میام توی حالت 4 دست و پا، زانوامو از هم دور میکنم، پاشنه ها تا جایی که میشه از هم دور و شست پامون به هم نزدیک. یک کشش عالی، و تمام. امیدوارم که از تمرین امروزمون لذت برده باشین و براتون مفید باشه. حتما بعد از تمرین بدنتون رو به خوبی با کشش های ایستا سرد کنید تا دچار گرفتگی عضلانی نشید و حتما نظراتتون رو توی کامنت ها به ما بگین تا ما بدونیم دوستای بیشتر توی چه زمینه ای برای شما ویدیو تهیه کنیم. تا یه ویدیوی دیگه، یه دیلی فیتنس دیگه، یه تمرین دیگه، خدا نگهدارتون.